کتاب سوم و کتاب استر آیه اول که کاملا توضیح میده هامان چه سمتی در دربار اخشورش سه okay. کتاب استر بله با سه آیه یکم در دربار اخشورش یا خشایار شاه okay. چه سمتی داشت. بله پس دوباره میبینیم که این, این این قاطی بودن داستان ها رو ما با سمون عجیب به نظر میرسه یه داستان دیگه ای که من اینو میخوام خودم اشاره بکنم بذار شما هم اگر کتاب مقدس رو باز بکنید قرآن رو باز بکن. دیگه قاطی کردیم کتاب بله. مقدس و قرآن رو اینجا سوره داستان جالبیه سوره مائده بله ماید سوره پنجم سوره هست اگر پنجم اینطور نگاه میکنند که اصلا اسم اسم این سوره ماعده به خاطر همین همین داستان هستش نه این سوره ماعده مثلا ببخشید من رفرنسش یه دقیقه نگاه بله بکنم بله. اینجا اینقدر اینجا رفرنس یاد داریم که بله سوره مائده آها ببخشید آخرین آیه است آخرش درباره مسیح داره صحبت میکنه که مسیح روز قیامت در حضور خدا خدا میگه تو به قومت گفتی تو و مادرت رو به جز من بپرستن که هیچ وقتم هیچ مسیح همچین حرفی نزده که انگار به نظر میرسه برای قرآن تسلیس پدر مریم و عیسی مسیح هست که توی سوره المائده آیه 119 یوسف علی نمیدونم توی فارسی چی هستش اشاره میکنه که خدا به مسیح روز داوری میگه که تو هستی که گفتی من و مادرم رو به غیر از خدا بپرستن که مسیح انکار میکنه میگه من همچین حرفی نزدم و فقط گفتم تو رو بپرستن اگر تو ببخششون به تو بستگی داره اگر تو مجازاتشون کنی تو قادر مطلق هستی این آخر سوره مائده هست ولی من میخوام که به چند تا آیه قبل از این آخر بریم آیه از 115 میخوام نگاه بکنیم مال آیه ای 115 تو یوسف علیه نمیدونم توی قرآن آقای قمشه ای چه آیه ای هست موقعی که میگه نگاه کن حواریون به ایسای مریم گفتن که میتونی برای ما میزی از آسمان پایین بیاری این تو کدوم آیه هستش؟ آره من دنبالش میگتن آره توی 115 دی... دو سه تا بالاتر و پایینتر هست مم. که حواریون به ایسابن مریم میگن آیا میتونی سوره مایده هستیم دیگه ها بله سوره بله. صد و من مال من 115 هستش آیا میتونی برای من تختی از میزی از آسمان بیاری و مسیح میگه از خدا بترسید و ایمان داشته باشید و اونها میگن فقط ما میخوایم یه مقدار غذا بخوریم و قلب هامون و شکم هامون رو مم. سیر بکنیم چون تو به ما حقیقت رو گفتی و بعد میگه عیسی به مریم دعا میکنه خدایا از آسمان میزی برای ما بفرست مم. اینو شما از آیه 111 به بعد درخواست مایده است اوکی. از بله رو همونو بخون بله یادار هنگامی که حواریون گفتن همین. همین, هستش بله هنگامی که عیسی ابن مریم آها اه بله بخون آیا خدای تو, تو تواند که برای ما از آسمان مایده فرستد عیسی در جواب گفت اگر ایمان آورید از خدا بترسید شک در اجابت دعای پیغمبر خدا مکنید بله ادامه بده حواریون گفتن ما شک نکردیم لیکن می‌خوایم از آن مایده آسمانی تناول کنید دل دلهای ما مطمئن شود و تا به راستی عطای تو ب... تا به راستی تو پی ببریم و بر اون گواه باشیم عیسی ابن مریم گفت بار ای پروردگار تو بر ما از آسمان مایده فرست تا این روز برای ما و کسانی که پس از مایند روز عید گردد و آیت و حجتی از جانب تو برای ما باشد که تو بهترین روز دهندگانی خدا آه. فرمود همین و بعد این کار خب داستانی پس داستانیه که حواریون به مسیح میگن بر... و... همین داستان هم هست که اصلا این سوره اسمش ماعده شده که برای ما عیسی جان بگو پدر از آسمان سفره غذایی بیاره و مسیح این کارو میکنه و میگه این یک عید خواهد بود به یاد خواهید داشت این رو خب اصلا داستانی که اصلا تو اناجیل نیست معنیش هستن یعنی چی و محققین امروز عقیده دارن که دوباره تو قرآن داستانی که دوبارم به طور موجزه آساب دو بار مختلف اتفاق میفته و تنها ای که تمام چهار اناجیل گزارش میدن قضا دادن 5. پنج هزار نفره که مسیح با چند تیک نون و چند تا ماهی هزاران نفر رو قضا میده که گشنه نباشن و بعد داستان شام آخر یا در مثلا میگیم اشای ربانی که به عنوان یاد بوده مرگ ایسای مسیح و به با امید رستاخیز مسیح این برای ما به قول معروف یک عید هست عید نه به معنی عید نوروز ولی این مراسمیه که ما همیشه جشن میگیریم در کلیسا هامون پس دوباره اینجا داستان قاطی شده که انگار مسیح یه روز شامی از خدا خواسته که برای سفره ای بذاره برای شاگرداش بهشون غذایی بده ولی نه صحبت همچین چیزی نیست تو کتاب مقدس صحبت شام آخر اشاره به مرگ عیسی مسیح داره و نه اینکه سفره از آسمان اومده باشه و بخواد به شاگرداش غذا بده پس این نوع داستان ها رو ما زیاد میبینیم داستان هایی که این کانفیوژن توی متون قرآن وجود داره در مقایسه با کتاب مقدس حالا میخوایم وارد یک نکته دیگه هم بشیم درباره های قرآن که این رو شاید تو جلسه بعدی هم ادامه خواهیم داد نه فقط پس میبینیم نه فقط مشکلات تاریخی تو قرآن ما میبینیم نه با. فقط مشکلات میبینیم اختلاف و نه فقط اختلاف گیجی و تناقض با داستانهای کتاب مقدس بلکه یه نکته دیگه منابعی میبینیم در قرآن که خارج از کتاب مقدس منابعی که به انگلیسی میگیم اپوکریفا بله. داستان هایی که توی کتب عهد عتیق نیست تو کتب عهد جدید نیست هیچ وقت یهودیا و کلیسا عقیده نداشته که این داستان ها کلام خداست داستان های تخیلی مال قرن ها بعد از زمان از بله مال قرن ها بعد از زمان عهد عتیق یا عهد جدید و این داستان ها وارد قرآن شده و این دوباره برای ما یک سوال از نظر محتوای تاریخی متون دارید. قرآن بله مثال هایی که خب هستش ولی که تو جلسه بعدم وارد میشیم ولی همینی که مثلا وقتی که اشاره میکنه که وقتی عیسی مسیح به دنیا میاد از گهواره شروع میکنه به صحبت کردن نخل. یا مریم زیر درخت نخ مسیح رو به دنیا میاره مسیح توی سوره 19 سوره مریم هست و بعد توی سوره سه قرآن هم هست سوره سه قرآن آل امران هستش داستان مسی بسا این رو میخوام نگاه بکنیم که عزیزان دقیقا البته چون داستانش خیلی آشناست داستان تولد مسیح و از, از گهوار صحبت کردنش خیلی آشناست ولی اگر بذاریم ما،, ما هم اینو دوباره نگاه بکنیم وقتی که من دارم توی گهوارش رو بریم توی سوره همون سوره مریم نگاه بکنیم بعدم. بعد سوره مریم توی آیه که من دارم آیه 28 از 28 شروع میشه که به مریم میگن که ای خواهر هارون پدر تو که آدم شریری نبود مادر تو که آدم مؤمنی بود آیه 29 مریم اشاره میکنه به این بچه و میگه که چطوری این بچه میتونه از گهواره با ما صحبت کنه تو آیه 3 قران یوسف علی مسی توی گهواره شروع میکنه به صحبت بعد. کردن حلی. داری هم مال شما هم آیه 3 هست آی... آی... بخونید رو اون گفت همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود اوکی حالا بعد سوره آل امران سوره سه قرآن که من آیه 49 رو دارم توی ترجمه یوسف علیم صحبت موجزات مسیح هست که مسیح چطوری شفا میده کور رو شفا میده فلج رو شفا میده مرده رو زنده میکنه سوره سه قرآن آیه 49 سوره آل امران Uh, ولی قبل از اون اشاره میکنه که حتی از گل مسیح یک پرنده بله. می سازه آها و توی, پر... توی, گل فوت میکنه پرنده بله. پر... می سازه، پرنده پرواز میکنه اون هم شما به فارسی داری؟ بله امه. همون آیه 49 هست از سوره آل عمران سومون سوره اوكي. و او را به رسالت و سوی بنی اسرائیل فرستاد که به اونان گوید من از طرف خدا موجزه آوردم و اون اینکه از گل مجسمه مرغی ساخته و بر آن بدمم تا به امر خدا مرغی گردد اوکی okay. خب داستانی که میبینیم که تو کتاب مقدس نیست ولی میبینیم که ما منابش رو میدونیم هم داستانی که از سوره 19 خوندیم که مر... م... مسیح توی گهواره شروع میکنه به حرف زدن بب. اشاره هست به مرگ گلی یا مرگی که پ... گ... گلی پ... پرنده درست میکنه اینا مال یکیش مال من فارسی شو نمیدونم که چیش مدبر بهش بله. میگیم پروتو ایونجیلیوم آف جیمز یا حالت رساله بشارتی یعقوب و یکیش هم هستش که Infancy Gospel of Christ Thomas's Infancy Gospel um, انجیل کودکی مسیح به روایت توماس یه همچین ترجمه های بنده رو این دوتا کتاب میذارم و ما میبینیم که اینا کتاب های ای قرن دوم به بعد تاریخ کلیساست که هیچ وقت پدران کلیسا به این کتاب عقیده نداشتن هیچ وقت کلیسا این کتاب رو جدی نگرفته کتاب های تخیلی و افسانه ای اسطوره ای توی کلیسا در تاریخ های بعد از زمان رسولان خیلی گل میشه گل میگیره چرا همینطور که تو تاریخ اسلام یک عالم حدیث و روایت درباره پیغمبر درست میشه ما انسان ها از خلق خوشمون نمیاد آه. و انو... می میخوایم اون جای خالی رو پر بکنیم و اناجیل اشاره نمی کنن که تو سی سال اول زندگی مسیح چه, چه اتفاق می یه اشاره هست در هر شوز رفت معبد برای تقدیس شدن و برای در سن دوازده سالگی دیگه هیچ اشاره هی که این مرد تو این سی سال چی کار کرد نداریم مردم میخواستن برای خودشون پر کنن این خله رو و داستانهای زیادی درباره بچگی مسیح تولد مسیح خود مریم و زندگی مریم توی صحنه بازار اومد خب پس حالا ما دو تا منبع داریم منبع های تخیلی ای که میگه مسیح از گهواره صحبت کرد و البته وقتی منابع مسیحی که وقتی این داستان رو میگن نمیگن مسیح از گهواره گفت من خادم خدا هستم مسیح وقتی از گهواره میگه خودش رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه قرآن یه کاری که قرآن همیشه میکنه اینو اینو باید بعدا هم اشاره بکنم کاری که همیشه قرآن میکنه اینه که داستان های قدیمی رو میگیره و اونها رو یه ورژن اسلامی شم ازش در میاره یعنی قسمت های که به لازم رو قسمت هایی که نمیخوره به دیدگاه قرآن رو حذف میکنه و حالت قرآنی و اسلامی به اون داستان میده و می پس میبینیم که دو تا داستان هست که منابع افسانه‌ای مسیحی هست و اینا تو قرآن پیدا میشه به عنوان حقیقت خدا که از آسمان نازل شده به پیغمبر و درباره بچگی ایسای مسیح من یه مثال میخوام بیارم ملموس بشه بنده اگر امروزه یه کتاب شعر ارائه بدم بگم مم. که ساسان توسلی شاعر جدید بهترین نمونه های شعر رو دارن به بازار ارائه میدم یه نفر بخونه بگه که این که توش این بیت شرک که مال حافظه مم. این بیت شر مال سعدیه این مال مولاناست این داستان که تو فردوسیه اینا کاری ای تو نیست تو داری ارائه میدی به عنوان یک شاعر خودت بله. این اصلا تو گرفتی داستان‌های دیگر و عوضش هم یه مقدارش هم کردی اینو ما تو قرآن داریم میبینیم یعنی این نکته خیلی مهمیه که وقتی صحبت منابع رو کنیم که تو جلسه بعد این رو میخوام ادامه بدم و اینو رو قبلا هم اشاره کردم دو تا کتاب دارم اشاره میکنم برای این داستا... برای این صحبتمون یک کتاب هست The Origins of the Quran منابع قرآن و یک کتاب خیلی کلاسیک The Sources of Islam منابع اسلام و صحبت اینه که قرآنی که میگه از طرف خدا آمده و داره حقیقت اشخاص گذشته رو میگه ما میبینیم داره از منابع استفاده میکنه که خود قوم یهود یا قوم م... کلیسا عقیده نداشته که اینا حقیقت اینا منابع افسانه‌ای اینا منابع ای هستش پس این اشاره های دیگه هست به داستانهایی که توی قرآن میبینیم اشاره هست منابع داستان زیاده میخوام تو جلسه بعد واردش بشم درباره حابیل و قابیل درباره ابراهیم درباره سلیمان داستان های که قرآن درباره ابراهیم رو گفتم درباره ابراهیم پس میبینیم می‌بینیم یک عالم داستان تو قرآن هست که نه از تورات نه از انجیل بلکه از منابع خارج از این کتاب ها و منابع های و ای و اسطوره ای همینطور کف اصحاب کف آره اون،, اون حالا اون بعد یه پوینت دیگه است که اصحاب کف و ذوالقرنین و اینا اونا که دیگه داستان های اونا برمیگرده به زمانهای خیلی نزدیک خود پیغمبر اونا دیگه موعظه و داستانهای کشیشای مسیحی هست یعنی میخوام بگم دیگه حالا ربطی به کتابهای قدیمی اپوکریفا نداره اونا دیگه تقریبا نزدیک زمان خود پیغمبر داستانهای تو کلیساها موعظه ها رایج میشه اینا از قرآن سردر میاره اینا باید برای ما جای سوال باشه یه نکته دیگه که من حالا اشاره نمی کنم ولی نکته ای که من از بچگی هم یادمه یکی از این فیلم هایی که رفته بودیم تو سینما دیدیم درباره عهد عتیق که ورژن اسلامی داشت توی یه سوره 7 آیه 171 هست به نظرم حالا شاید یک دو آیه توی فارسی این بر اونور باشه ولی من رفرنس هم 171 هف هست اشاره میکنه که وقتی که قوم یهود به نافرمانی موسا بودن خدا کوه رو بلند کرد و برعکس کرد که رؤية أون هاب.